مردم نشناختن که بابا این شیمیایی بدترین زهرم داره برای خود طرف شیمیایی. یه جایی میری حالا مجبور میشه مثلا بگه که خب جانباز اقلا یکم رایت حالش بکنم، میگه خب میخواستی نریم. من قبول داریم، ما خب اکثریت مهمونیامون اکثری رفت آمد رو قطع کردیم، چون خب واقعا میبینیم بعضی از خانواده ها براشون خوشایند نیست نمیرید. بیرون هر کجا مسافر دارم میخواییم بریم باید 4-5 کپسول داریم با خودمون ببریم، بعد من یه چجوری با چه شرایطی ببرم؟ من اصلا دستمونه فکر کنن گداییم، یا مثلا هوا ناراحتش میکنه، یا مثلا وضعیت خودشه که نمیتونه زیاد مثلا راه بره قدم بزن، مثلا یه پارک بخوای بری 2 قدم میره خسته میشه، یا مثلا یه فروشگاه میخوای بری خرید کنی 4 قدم راه میره میگه من خسته شدم میگه نمیتونم سرپا بایستم. من شرمنده خانواده بودم، باور بفرمایید، مثلا انقدر سرفه میکردیم تو خونه، خوش شما مثلا دیگه یه بار دو بار مثلا طرف اگه عدسه مکرر مثلا حساسیت داشته باشه همه دیگه حالا چند بار تحمل میکنن، ولی دیگه وقتی خانواده شما از صبح تا شب تو داری مثلا سرفه میکنی عدسه میکنی میگن آقا بلند شو برو خودت درمان کن، حالا حداقلش این نمیگن دیگه، خیلی هم اگه ناراحت نشن خانواده هم شاید چیزی نگن، ولی ما خودمون شرمنده میشیم که خب نباید بالاخره اذیت کنیم، داریم زندگی میکنیم، اونا هم حق زندگی دارن، ما چرا باید؟ نفسم اصلا بالا نمی اومد، یعنی ریه هام آب آورده بود و خیلی اذیت می شدم. کارهای مختلف طب جدید هم انجام شده بود، مثلا آقای دکتر یک که الان دیگه معرف هم هست، همه بچه های شیمیای ایشونو میشناسن، آقای دکتر سالی بقیت الله فلان با این همه دوستان تخصص اینا فوق تخصص ریه هستن در درمان بچه های شیمیایی. خود آقای دکتر که معاون بهداشت درمان کشور بودن و تحقیقات مفصلی هم در این فقره دارن. خب ما کسایی که بخوان تشخیص داده بشن که اینا اصلا شیمیایی هستن نیستن خدمت این عزیزان میفرستن و اونا تشخیص میدن که آقا اتفاق افتاده بر اساس اون صورتسانحه‌ای که ایشون دارن، یعنی این مریض که داره بالاخره احراز میشه که این بس شیمیایی هست و بعد درمان شروع میشه. شما خودتون درمان میکشید؟ من درمانم رو از دهه 70 شروع کردم. من همین داروهای کورتوندار مصرف میکردم و اکثرا 3-4 نوع اسپری مصرف میکردیم، ولی از اوایل 80 دیگه من در جریان اون داروها قرار نگرفتم به این لحاظ. ما اومدیم خدمت استاد خیراندیش، گفتم جناب استاد ما الان یه همچین مشکلی داریم و نفسمون هم بالا نمیومد، یه کار اجرایی هم داشتیم و بیشتر باید میدویدیم و تو این قضیه اذیت میشدیم. هوای تهران هم الحمدلله هست و میبینید دیگه با این وضعیت. بعد خدمتیشون رسیدم، معاینه مفصل اینا انجام دادن، همونجا به من یه چند تا چیز رو تجویز کردن. ایشون چند نوع حجامت رو تجویز کردن برای بنده. یکی از کاربردهای اساسی که برد امنیت ملی داره حجامت، تأثیر اساسی حجامت در سمزدائی است. من تا موقع میگم خودم خیلی اعتقادی به این قضیه نگاه نمی کردم، حجامت تمامم حتی انجامم نداده بودم. اولین بار خود ایشون فرمودن شما حجامت اگه اصلا انجام نمیدی باید بری حجامت. رفتیم خلاصه حجامت انجام دادیم و تمام شیمیایی هایی که حجامت کردن زندگی میکنن در حال که هم دوراشون شهید شدن. و بعد اونجا سپردن که آقا به این روش از قاعده ریه، یعنی پایین ریه، ایشون دستور فرمودن که شما با چند نوبت بیایید این حجامت از طرفین بدنتون انجام شد. یعنی باور بفرمایید بنده شاید مثلا تا اون موقع اصلا اینجوری به این باور نرسیده بودم. این قاعده ریه که از ما حجامت انجام شد یک حالت به قول معروف زردابی توش بود که اصلا این خون مثلا از اون جایی که حجامت عام انجام می شد کاملا متمایز بود. فلذا من این اتفاق که برای من افتاد
من دیدم خیلی اصلا من نفسم باز شد. همزمان بر اینم آقای استاد خیراندیش برای ما یه تجویز دیگه ای هم انجام داد و اون تجویزش هم تجویز قلیان بود. قلیان ایشون قلیان مخصوصیه، یعنی استفاده از این شبکه و اون تشکیلات قلیان به نفع درمان. ایشون فرمودن که شما باید عرق نعنا رو بریزید در داخل اون شیشه و بدون اینکه چیزی بالای این قصه باشه و آتشدانی باشد و نمیدونم چیزی اتفاق افتاده، فقط هر روز چند نوبت همزمان که ما اون حجامت انجام میدیم، مکش رو از پایین داریم انجام میدیم و اون تهنشینی های ریه رو میکشیم بیرون، از بالا هم شما باید چیکار کنی؟ به تدریج این ریه رو گرم کنی. وقتی ما اینو میکشیدیم اصلا دیدیم آقا سرفه ما مثلا در شاید در کمتر از چند ماه فروکش کرد. واقعا این کار کار مفید و برای درمان فوق العاده است و بنده کسی هستم که از این کار نتیجه گرفتم از طبابت ایشون. مکرر دیگه ما این ارتباط رو قطع نکردیم. منی که میرفتم میومدم نمیدونم اسپری سال با تومول و نمیدونم فلان و فلان، الان دیگه از دهه 80 من استفاده نمی کنم، اون الان هست توی گوشه گذاشتمش. و بعد از اونم اتفاقا من یعنی قبل از اون HRCT دارم که میدونید که HRCT یک عکس برداری از عرشبت ریه هست که تقریبا تمام منافذ ریز ریه رو مشخص میکنه که چه منفذهایی بسته است، چه جوریه و اینا. خب من اون موقع این مشکلات رو داشتم، ولی بعد از اونم رفتم گرفتم و بردم به آقای نشون دادم، متوجه شدم که الحمدلله بهبودی در اونجا هم کاملا مستطره. یکی دوبارم حتی من خدمت آقایون پزشکان عرض کردم، گفتم آقا کسی هستم که نتیجه گرفتیم روی وقتی که یه پزشک رو انجام میده، از بیمارش سوال میشه آقا بالاخره نتیجه افاقه کرد نکرد، چجوری الان حالت چطوره، احوالت چطوره. خب من اونو هستم که الان اتفاق برای ما افتاده. من هر جا همه بچهای شیمیایی رو هر جا دیدم این مورد رو براشون گفتم،